بالاخره اردوغان برنده انتخابات شد یا نه؟ با ما همراه باشید، جزئیاتش رو بهتون میگم و آخرین نتایج انتخابات ترکیه رو بهتون میگم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه امروز آغاز شد و با پایان یافتن زمان رأی‌گیری در 5 بعد از ظهر به وقت محلی، حوزه‌های انتخاباتی بسته شدن و شمارش آرا به طور رسمی شروع شد. مردم ترکیه در محوری‌ترین انتخابات تاریخ مدرن خود تصمیم می‌گیرند که آیا رجب طیب اردوغان بعد از 20 سال حکومت در این سمت باقی بماند یا خیر. رقیب اصلی او کمال قیلیچداروغلو بودش که قول داده بود بسیاری از اختیاراتی که اردوغان پس از کودتای نافرجام سال 2016 به دست آورده بود رو کنار بذاره. قیلیچداروغلو نامزد یک ائتلاف گسترده اپوزیسیون ترکیه بود که شانس واقعی برای پیروزی در انتخابات امروز رو خواهد داشت. برای پیروزی در انتخابات امروز ترکیه برنده باید بیش از 50% آرا رو به دست بیاره. اگه یکی از کاندیداها نتونن که بیش از 50% رو به دست بیارن، انتخابات به دور دوم کشیده میشه که تقریبا 2 هفته بعد برگزار میشه. توی انتخابات امروز ترکیه 64 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودن. طبق اعلام رسانه‌های ترک شمارش آرا همچنان ادامه داره، ولی خب نتایج اولیه حاکی از برنده شدن اردوغان به صورت خیلی مرزی داره. تا این لحظه شمارش آرا 53% اردوغان رأی آورده و 41% آرا رو هم قیلیچداروغلو. دو نامزد دیگه هم رأیشون خیلی کمه و شانسی برای پیروزی ندارن. ولی خب اگه در ادامه شمارش آرا اردوغان آراش کمتر از 50% بشه، انتخابات به دور دوم کشیده میشه. باید صبر کنیم و ببینیم تا چند ساعت دیگه نتیجه نهایی به چه صورتی خواهد بود. ولی خب این طور که مشخصه، احتمال زیاد اردوغان بازم رئیس جمهور ترکیه خواهد شد. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون اردوغان برنده میشه و آیا این رئیس جمهور برای ترک ها و حتی ایرانی ها و افغانستانی هایی که توی ترکیه ساکن هستن رئیس جمهور خوبی خواهد بود؟ حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.